امتی های خودمون بدونیم. هفت ماه اینجا، 11 ماه در آریامهر، 8 سال در پلتاک، هر کجا که بودم عاشقانه به پادشاهانم عشق ورزیدم، به تاریخم، به فرهنگم، به کشورم، به خاندان پهلوی. خانوم محترمی که هر روز برای من ایمیل میده، 2 تا از این ایمیل ها رو واسه بهرام مشیدی یا خان بابا تهرانی یا حسین مهری یا اینها اگر در طول 10 سال گذشته داده بود، شاید وضع ما بهتر از این بود. به جای دریدن یکدیگر به دشمن پرداختن. دشمن همه جا هست، همه سنگرها رو گرفته، با عناوین مختلف، با بحث‌های مختلف، با پروژه‌های مختلف، با سیاه‌بازی‌های مختلف، ما بیخ خره هم دیگر گرفتیم. عوضی که بیان همشون از این سنگر استفاده کنند، سکویی بره. سکویی داره رویاهای ما رو، آرزوهای ما رو، اون بوتی رو که ما 30 سال ساختیم با نام پادشاهی در این شهر لس آنجلس، همون سالی یه دفعه هتل رفتنمون و بزرگ داشت گرفتنمون و همین تظاهرات 200-300 نفریمون رو داره میشکنه. مدلمون به همین 3-4 تا مصاحبه و 1 کتاب و 2 کتاب و اینا خوشه. عمرمون هم تقریبا 3/4 رفته یا نصف بیشترش رفته دیگه. بذارید خوش باشیم، تو همین عوالم باشیم. سکویی داره نوامیس ما، تمام این رویاهای ما رو به هم میریزه. چی کار دارین اونا؟ بذار فوش بدن بشا، بذار مصدق مصدق کنن، بذار 28 مرداد کنن، بذارید این رژیم رو نگه دارن. بابا ما به همین خوشیم، اینا اینو میگن. به خدا غیر از این نیست، نمیخوان بپذیرن ولی همینه. بذارید سازمانهای 5-6 نفری 10 نفریمون رو بزنیم، دیواید بکنیم، بشکنه از بسر، 2 دسته بشیم، باز ما 2 دسته با هم دعوا کنیم، بگیم ما اصلی بودیم، شما فرعی بودید. تمام خط و خطوط حکومت اسلامی. بسیاری از ماها که اصلا در این زمینه که گناه رو به گردن چنگیز مغول و تیمور لنگ و تازیان و تمام بدبختی و بیچارگیمون واسه اون 2-3 تا حمله‌ای که به اونا شد، یا همه گناه ها رو به گردن دیگران انداختن و ما خودمون بهترین بودن، در این بهترین خودمون انقدر گیر کردیم که هر روز مثل قده سرطانی داره له و لوردمون میکنه، تا اونجا پیش رفتیم که حتی سرقت بعضی از پناهندگان بسیار سیاسی ما از فروشگاه‌های کشورهای بزرگ که به اونها پناهندگی دادند، 1001 خیانتی که در کشورهای خارجی به مردممون کردیم تحت عنوان وطن پرستی و بخوایم کار بزرگ بکنیم و ایران رو نجات بدیم، شکست 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 شکست، خیانت خیانت خیانت، باز جلوی دوربین، باز همون حرفای تکراری 20 سال پیش، 25 سال پیش، 30 سال پیش، 15 سال پیش. چرا هیچ برنامه‌سازی نمیگه که باید چگونه دست های همدیگه رو بگیریم توی خیابون بیایم؟ هیچ کی صحبت از تظاهرات در خارج از کشور نمیکنه. تمام این شینگول فنگ های 6-8 ساعتش هم نمی کنن، چه برسه بزرگاش وقتی به تظاهرات میرسه همشون خفه خون میگیرن، چون خط قرمز رژیم اسلامیه تنها راه بازگرداندن کشور به دست صاحبانش اینه که با 40-50 هزار نفر به خیابون بیایم. هیچ کی گوش نمیکنه، چون همشون میدونن 20 تا بیشتر طرفدار ندارن، برن توی تظاهرات 5 نفر باشون سلام علیک میکنه، اونم باز عقده های شخصی است، باز حسد ورزی هاست، هر کی 4 تا جنس ریخته جلوش داره میفروشه، تمام برنامه های سیاسی شده کاسبی. اگر هم کسی پول نده جنسشون رو بخوان بخرن، نمیتونن ایران رو به زودی زود آزاد کنن. هر اتفاقی هم که تو زندگیمون میفته باعث و بانیش تخریب فرهنگی بود که عرب به سر ما آورد. زن آزاریمون، دروغگوییمون، حسد ورزیمون، عقده های حقارتمون، شالاتان بازیمون، بی غیرتیمون، بی شرافتیمون، همه ی این حرفا رو بذار کنار، میهن فروشیمون به حساب تخریب فرهنگی عربه. به هر روی هموطن نازنینم، حالا بیایم کشورهای غربی که درش زندگی میکنیم و متمدن و مدرن و
پیشرفته رو کنار بگذاریم. اصولا مقایسه ایرانی آب روباخته کنونی با اروپایی و آمریکایی بیشتر به خیشتن رو به مسخره کشیدن میکشونه، تمایل میده که ما بخوایم خودمون رو با سوئدی و اوکراینی حتی یا حتی ساز آفریقایی مقایسه کنیم و بخوایم اگر یه انقلابی در اونجا شده ما همون رو در کشورم، بدون اینکه بدونیم اون مردم تو ایران دارن چه میکشن، کجا ایستادن، همش شعار همش سر کار گذاشتن، همش الیمنت های نیروهای بازدارنده رو به کار گرفتن، یک جو مردونگی، یک جو غیرت، یک جو پریدن وسط صحنه، بیرق رو پرچم رو گرفتن، حرکت کردن، حرف. بیاییم همون دوتا قومی رو که در طول عمرمون ناله و نفرین داریم بهشون میکنیم، همون مغول ها و همین عرب، بیاییم اینا رو مطالعه کنیم ببینیم امروز کجا ایستادند، ما کجا ایستادیم، مایی که داریم همدیگر رو بیرون جر رو واجر میکنیم، در درون برای اینکه بتونن شکم خودشون رو سیر بکنن چه میکنند. بیاییم یک نگاهی به اوضاع همون دوتا قوم، یعنی اون اقوام از دید ما وحشی که ما تمامی کثافتکاری های کنونی خودمون رو به حساب اونا واریز میکنیم. حالا من اینجا رو قطع کنم، بفرمایید. وای آقای رینگونی چقدر شما خوشلی، بین اصلا از شما بهتر، میخوام به درد همه من میخوره، برید به ادی کنستانتین و نورمن ویزنوم و خانوم مریکا مرکوری این حرفا رو بزنید، وضع ما بدتر از این حرفا هست. هر کدومشون هم 8 آدم دارن، همونا دائما میان رو خط. چه خطی؟ چه چیزی؟ طرف اینجا خودشو بکشه تو این لس آنجلس، هر جا بخواد بره کار کنه $1,500 $2,000 بهش نمیدن، چه کاری بهتر بیاد بشینه جلو دوربین 50 تا آدمو سرشونو کلا بذاره شالاتان بازی کنه، آدمایی که اینقدر نفهمن نمیدن یارو بیشینش چی بوده. آوازخان بوده، حمله آبجو میکرده، حقایی بوده، چیکاره بوده، یا اون کی بوده؟ آخه مردم کی میخواید بیدار شید؟ همش هم یدک‌کش دیگرانند. هر جونم بخواین باتون هستم. بیایم حالا ببینیم که اون دو قوم به زعم ما ناکس و نابکار که ما رو بی فرهنگ کردند، دزدمون کردند، هیز و بی آبرومون کردند، زنازارمون کردند، خائنمون کردند، وطن فروشمون کردند، لاابالیمون کردند، راحت و ارزون خودمون رو میفروشیم، راحت و ارزون به مردم دروغ میگیم، نیرنگ میزنیم، سرشون رو کلا میذاریم، شلطان بازی میکنیم با هوای مبارز و وطن پرست. آقا اینو بخرید. آقا شما سواب میت هستید، یه قفسه تو سواب میتید. تنها بزرگترین کار حکومت اسلامی همین سواب میت هاست، همین قرفه هاست. هزار جور آدم درست کرده. این همه طرفدار نظام پادشاهی، این همه سازمان داریم، حالا آقای جینگوزی اومده، نماینده شما کیه؟ سه نفر بگن شاهزاده، یه نفر هم بگن ایشو. ای بابا ما تو این شهر هنوز زنده ایم آقای نورمن، برو 10 سال دیگه برگرد. من عصبانیتم میدونی چی از این آدم؟ من عصبانیتم مانی